خلیفه درمانده ارتجا باز هم بازاریابی برای شعبده ورشکسته انتخاباتی و مأموریت زنان رژیمی خامنه ای در مسئله انتخابات شما می توانید نقش ایفا کنید مهمترین نقش شما در داخل خانه است مادرها می توانند نقش ایفا کنند وادار کنند فرزندان را همسر را در اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند استیصال خلیفه ارتجا در برابر فراگیر شدن پیام برابری جنسیتی شعار برابری جنسیتی که برخی به صورت مطلق بیان می غلط و آنچه صحیح است عدالت جنسیتی است در این قضیه انتخابات که من چند روز قبلم تاکید کردم رو مسئله انتخابات شما بانوان و خانم عزیز می توانید نقش ایفا کنید مهمترین نقش شما هم در داخل خانه است مادرها می توانند نقش ایفا کنند وادار کنند فرزندان رو همسر رو برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند، درست تحقیق کنند، زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیقتر و زریفتر از مردها نگاه می کنند و نقاطی رو پیدا می کنند. در شناخت نامزدهای انتخاباتی، در حضور در پای صندوق ها، هم در داخل خانه هم در خارج خانه می توانید نقشی پا کنید. یکی دیگر از کارهای شاه تشکیل سپاه دین بود. شاه در روز اول آبان 1350، همزمان با جشنهای 2500 سالی شاهنشاهی اعلام کرد که فرمان او در مرداد ماه 1350 برای تشکیل سپاه دین به مرحله اجرا گذاشته می شود. فرمان شاهنشاه برای تشکیل سپاه دین منتشر شد. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذاشته شد. سپاهیان پس از پایان خدمت آموزشی از لباس روحانیت استفاده خواهند کرد اما خمینی در مهر ماه 1341 یک دهه بعد از کودتای 28 مرداد با امضای دعاگو ادایی روح الله الموسوی به حضور مبارک اعلی حضرت همایونی تلگراف میزد. مبادا بر خلاف احکام دین مبین او زنان حق رأی پیدا کنند تلگراف حضرت آیت الله خمینی بسم الله الرحمن الرحیم حضور مبارک اعلی حضرت همایونی پس از اهدای تهیت و دعا به طوری که در روزنامه ها منتشر است دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود ادعای روح الله الموسوی و وقتی شاه به طور موضعی چند ماه عقب نشست خمینی در پوست نمی گنجید و آن را پیروزی بزرگی به حساب آورد و در آذر چهل و یک می گفت زن اگر وارد هر دستگاهی شد اوزارا را به هم میزند در چنین شرایطی مجاهدین می باید حتی حساب کار خدایشان نه فقط اسلام و قرآن و پیامبر و ائمه را که ده نسل پیاپی پی در مبارزه با خلفای ستمگر به شهادت رسیدند با خدای شاه و شیخ جدا می کردند. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران که مجاهدین میگویند مرزبندی ضروری خدای خلق و جپه خلق با خدایان شاه و شیخ از همان روزگار است آخوندها سالیان از ما میپرسیدند مگر خدا چه کم دارد که خلقتان را هم به آن زمیمه و اضافه کردید و ما میگفتیم خدا چیزی کم ندارد زلمه که همان ستمگران باشند خدا و دین و آین خدا را در قبار و زنگار استثماری و رسوبات طبقاتی فرو بردند که باید زدوده شود پس ما هستیم که نیازمند مرزمندی با بت خدای ستمگران هستیم چون میخواهیم با آنها مبارزه کنیم و بجنگیم به همین خاطر امروز هم میگوییم برای ما شاخص جنگ و مقاومت است و هر آنچه از آن آتش و جنگ بیشتر برای سرنگونی شیخ ستمگر بیرون بیاید حق رأی زنان مخالف دیانت مقدسه و برخلاف چند حکم ضروری اسلام قبلا گفته این که شاه در ابتدای سالهای 1340 که کندی در آمریکا روی کار آمد برای حفظ رژیم سلطنتی به اصلاحات برجوایی روی آورد و از جمله حق شرکت زنان در انتخابات را مطرح کرد تا این زمان طبق رسوم فعودالی در رژیم سلطنتی زنان در شمار محجورین، دیوانگان و صغار اطفال نابالغ و ورشکستگان به تقصیر از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند به رغم اینکه 25 سال پیش از آن رضاشاه در سال 1316 برداشتن هجاب را اجباری کرده بود اما در سال 1341 وقتی که شاه برای حفظ رژیمش با پشتوانی آمریکا مصمم به برخی اصلاحات بورژوایی شد آخوندهای عهد فعودالی به مخالفت برخواستند دعوای خمینی با شاه از همینجا شروع شد به جای اینکه دیکتاتوری را مانند جریانهای ملی آن زمان هدف قرار بدهد از موضع بقایت ارتجایی به حق رأی زنان حمله کرد و آن را برخلاف مبانی اسلام شمرد به تلگرام خمینی به شاه در مهر 1341 که سراپا از موضع خیرخواهی برای دیکتاتوری سلطنتی نوشته شده آن هم یک دهه بعد از کودتای 28 مرداد توجه کنید بسم الله الرحمن الرحیم حضور مبارک اعلی حضرت همایونی پس از اهداع تهیت و دعا به طوری که در روزنامه ها منتشر است دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است مستطعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود ادعای روح الله الموسوی خمینی همچنین در تلگرام پانزده آبان 1341 به شاه می نویسد این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام اعلا حضرت را متوجه می کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانزادی می خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده به علا حضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که زامن ملیت و سلطنت است با تصویب نامی خائنانه و غلط از اعتبار بیاندازند. شاه در این هنگام به طور موضعی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان عقب نشینی کرد. خمینی این را پیروزی بزرگی به حساب آورد و در یازده آزر 1341 گفت زنها را وارد کردند در ادارات ببینید در هر ای که وارد شدند آن اداره فلج شد زن اگر وارد هر دستگاهی شد را به هم میزند بعد از پیشروی شاه در رفراندوم انقلاب سفید در شش بهمن 1341 خمینی دوباره نوشت با اعلام تصاوی حقوق زن چند حکم ضروری اسلام محو می شود در خرداد 1342 هم خمینی ضمن سخنان شدید و لحن خود علیه شاه می گفت آقای شاه نفهمیده می بالای آنجا میگوید گوید تصاوی حقوق زن و مرد آقا این را به تو تزریق کردند من شنیدم سازمان امنیت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بی تا بیرونش کنند می بینی که خمینی تا چه حد غمخوار و نگران آقای شاه بوده که مبادا سازمان امنیت او را با تساوی حقوق زن و مرد از نظر مردم بیاندازد. اما پانزده سال بعد وقتی خمینی به قدرت رسید اسلامش به اختزای زمان رنگ عوض کرد و دیگر مخالفتی با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان به نمایندگی مجلس نکرد و ما نفهمیدیم که آن احکام ضروری اسلام که می گفت با این کار محو می شود چه شد و به کجا رفت امام صادق گفته است یکی دیگر از نشانه های جامعه امام زمان توحید و آزادی عبارت است از اینکه زنها توش به اجتهاد میرسند شگفت ها. هنوز هم در فقه آخوندی مقولاتی هستند مثل قضاوت و امامت و ریاست تو قانون اساسی رژیم هم هست اینها مقولات زنان ممنوع چرا؟ چون هژمونی متعلق به نرینه است بوده و باید باشه و خواهد بود اون زمان حضرت صادق گفت نه از علائم و نشانه های اون عبارت هست از رسیدن زنان نه یک تک زنها به درجات اجتهاد و امامت یعنی چی؟ یعنی که ایدئولوژی جنسیت تبعیض جنسی و بهره کشی تا کجا رخت بربسته است شما آخوندها با جنایاتتان و زنستیزیتان به طور محتوم به دست زنان رها شده ایران از صحنه تاریخ جارو خواهید شد از سخنان مریم رجوی سی خرداد 1374 آغاز راه رهایی از هنگامیه که باور کنیم هیچ کس نمیتونه مانع رهایی زنی بشه که اراده کرده که آزاد زندگی کنه آزاد از تمامی قید و بندهایی که به خوبی اون رو و خطا و خطا به زنان هموطنم در ایران اسیر اگر به این حقیقت ایمان بیارید چون تیر از کله کمان بندها رها خواهید شد و به سمت آسمان آزادی پر خواهید کشید همچنان که زنان در جنبش مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی چنین کردند و اکنون آسمان مقاومت رو در رابطه با زن ایرانی سرشار از بزرگی و افتخار کردند. و اگر زنان ما به چنین نقطه‌ای برسند بدون شک انرژی و نیروی آزاد شده توسط اونها همان عامل تعیین کننده ای خواهد بود که نه فقط تومار حیات و فرهنگ آخوندی رو در هم میبیچه بلکه پایداری آزادی در ایران فردا رو هم تضمین خواهد کرد <applause> پس اجازه بدین به عنوان یک زن از همینجا به آخوندهای پلید و زنستیز میگم که هرچه در چندتای ارتجایی و قرون وستایی خود از وحشیگری، زنستیزی و ستم داشتید بر سر زن ایرانی آوردیم ولی وای به روزی که این نیروی تاریخی عظیم آزاد بشه و به میدون مبارزه بیاد اون وقت خواهید دید که دودمان ارتجای شما رو این زنان رها شده به آتش خواهند کشید شما آخوندها با جنایاتتون و زنسچیزیتون این انتخاب را به عمل آوردید و به طور محتوم, طور محتوم به دست زنان رها شده ایران از صحنه تاریخ جارو خواهید شد